Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اجازه بدهید قبل از هر چیز صمیمانه ترین تسلیت قلبی خود را به مناسبت از دست دادن فرماندهان شجاع جهاد مقاومت که در طی توطئه‌های نابخردانه و نابکارانه زنجیره‌ای جانهای شهیدشان را از دست دادن خدمت شما تسلیت عرض بکنم و همچنین در همینجا خبر از دست دادن دوست عزیز دکتر زکی پاهنگ را هم که شنیدم واقعا شوکه شدم و به فامیل محترمش و برادرشان اگر اینجا تشریف دارم تسلیت عرض میکنم و به همه دوستانشان. اما در مورد فرماندهان شجاع جهاد مقاومت و این روند استخباراتی که آغاز شده است و جان شهیدی عزیزان را از ما گرفتن توسط همون ماردوشان سیاه دل سپید جامع ای از ما گرفته شده، ولی ما امیدوار هستیم و مطمئن هستیم که این آسمان پرشراره ملت ما بی ستاره نخواهد ماند و همانطوری که سخنران قبلی هم فرمودند نسل جوان سر برخواهد آورد و جای خالی هر یک از اینها را ده ها قهرمان دیگر پر خواهد کرد. صحبت من در دو مرحله و در دو مقطع است. یکی جنبش مقاومت که در واقع جهاد و مقاومتی که صورت گرفت یک جنبش در سه سطح، در سطح رهبری سیاسی، در سطح فرهنگی، در سطح اجتماعی و البته در سطح چهارم که مهمتر هم هست در شرایط فعلی، چون جنگ حالت استخباراتی امنیتی پیدا کرده است در سطح نظامی و امنیتی و بعد اینکه چه باید کرد، هرچند که وقت بسیار کم است و شما هم خسته شده من سعی میکنم بسیار فشرده اینا را بررسی کنم، هرچند که فرصت تحلیل بسیار محدود است. همونطوری که سخنرانان قبلی فرمودن به زیبایی فرمودن در سطح رهبری سیاسی جنبشی که از عامر سر شهید باقی ماند و جنبش مقاومت است، بعد از حکومت جدیدی که آمد دچار استحاله سیاسی شدیم متاسفانه و معاملگری و سوداگری سیاسی جای ابتکار را گرفت و در مرحله بعدی که رهبریت های جوانتر ابتکار عمل را گرفتن باز هم متاسفانه ملاحظه کاری و کارهای فصلی و کارهای بی تشکیلات و بی تبلیغات باعث شد که بی اثری فعالیت ها را در سطح رهبری سیاسی تضمین بکنن و هرچند که حرکت های اخیر توانست یک پتانسیل پاسیوی ایجاد بکند که شاید در مواقع بحرانی در که مطمئنا در سالهای آینده و در ماهای آینده بحران افغانستان فوق العاده تشدید خواهد شد، شاید این رهبری بتواند از این پتانسیل پاسیوی که ایجاد کرده است استفاده بکند، ولی مسلما تا کنون آن دستاوردی را که همه ما انتظار داشتیم نداشته است. در سطح فرهنگی جنبش مقاومت ما واقعا نیازمند این را داشت که توسط روشنفکران و توسط قلمدستان این جنبش باعث دفع و نشر کامل بنیادهای تئوریک فرهنگ مقاومت شود، مقاومتی که علیه دو افراد ایستاد، یک نه بزرگ به سرخ گفت به تئوری توتالیتر سرخ و یک نه بزرگ به تئوری توتالیتر سیاه گفت و تفکر افراطی. ای واقعا هم اسلام معتدله که اینجا صحبتش شد، ای باید لف و نش شود و تکیه بر عرفان مولانا و حکمت غزالی و ادب سعدی و حافظ که این کتاب‌های بزرگان هیچ وقت از دست عامر سوی شهید به زمین نمانده بود و همین کتاب‌ها باید اصول
اسلام معتدل را روشن فکران ما استخراج بکنند و این با دموکراسی و کثرت‌گرایی فعلی این با امتزاج بکنند. در سطح اجتماعی جنبش مقاومت طی 30 سال اخیر یک تحولات بسیار عظیمی را به بار آورده است. او کردلان بزدلی که چه در حاکمیت هستند و چه در ماورای مرزها و با این عملیات‌های کور تروریستی سعی می‌کنند ستاره‌های جهاد مقاومت را بر زمین بندازند، باید بدانند که مقاومت یک فرهنگ شده است. در سطح اجتماعی، طبقه اجتماعی، شعور اجتماعی پیدا کرده است. مقاومت توسط یک نفر انجام نشد، هرچند که سپهسالارش انگیزه مقاومت میداد، سازماندهی میداد، هویت میداد، ولی مقاومت در سطح اجتماعی در افغانستان جا افتاده است و ساختارهای اجتماعی طی 30 سال اخیر، تمام ساختارهای اجتماعی که حتی در 300 سال اخیر در افغانستان بوده است تغییر داده است و ساختار قدرت اجتماعی تغییر کرده است. این را باید او کهنه پرستان بدانند که نمیتوانند افغانستان را بر بنیادهای تفکر کهنه بازسازی بکنند. افغانستان باید نوسازی شود بر اساس واقعیت‌های فعلی و بر اساس همین جنبش اجتماعی که نام از جنبش اجتماعی مقاومت مانده. در سطح نظامی امنیتی هم که نقطه قوت جنبش مقاومت بود و واقعا شاگردان بسیار برازنده از زیر دست سپهسالار مقاومت بیرون آمدند که تعدادشان یکی و دو تا و سه تا هم نیست و اینها کولهواری از تجربه را به دوش دارند و اینها چون ستونهای استوار در این جامعه بیدار خواهند بود و جلو تهاجمات آینده را همینها خواهند گرفت و ما به این امید کامل داریم و اطمینان کامل داریم. بحث این که چه باید کرد، صحبت‌های بسیار عالمانه جناب آقای احمد ولی مسعود را ما دیدیم، تحلیل‌های بسیار زیبایی کردند و دوستان دیگر هم. مهمترین رکن این است که از قومی سازی ترورها ما پرهیز کنیم، زیرا این به نفع استراتژیست‌های پاکستانی است، به نفع برتری طلبان داخل حاکمیت حکومت افغانستان است و به نفع سیاست مداران و سیاست بازان تنبل است که به نمایندگی از اقوام در حکومت مافیایی افغانستان جا خالی کردن، جا خوش کردن و اینها از هر گونه صحبت قومی استقبال میکنند و نفعش در درجه اول به اینا خواهد رسید. چرا؟ چون سیاست مداران تنبلی که اونجا وجود دارن، اینها نتوانستن رفاه اجتماعی، امنیت و اقتدار را به مردم خود عرضه بکنن. تنها چیزی که میتوانن حضور خود را در اریکه قدرت توجیه کنن مسئله قومی است. کی گفته است که فلان شخصیتی که در اونجا هست نماینده فلان قوم است؟ به قوم خود چه کمکی کرده است؟ جز اینکه جیب خود و فامیل خود و فرزندان خود را پر کرده است، کار دیگری انجام نداده است. و همین جهت هر گونه رهبری سیاسی فعلی اگر بخواهد